Selam ve be çağrımın cereseyi teveccühü der mûrid-i seryeli COVID-19'de sualat ve pasuku berayı kargerani ki tevessütü FWF Global Services amade şode hoşu medit. Derin bergi hukuki ve sualat merbut ve kargerani der mûrid-i tebeyyüz ve hifazet az kherim-i hususi hahim perdaht. Şekli müfessir ter haşiye nevisi hemçonin der galib-i sened word der sefe-i Facebook'uma mevcud ast. این یادداشت های برای ارائه یک راهنمایی کلی در مورد موضوعی در نظر گرفته شده است. برای هر گونه سوال می توانید به شماره پشتیبانی ما به شماره 0555-034-5032 تماس بگیرید. فیرویر یک مرکزی است که برای بهبود به زندگی کارگران پوشاک کارها انجام می دهد و یک مرکز غیر انتفاعی، مستقل و چند جانبه ابتکار عمل است. اگر شما در صورت تولید یکی از مارکه های اوزای فیرویر کار می کنید، این به این معنی است که شما در بخش کار و مسئولیت ما مکان می گردید. شما می توانید در صورتی که از برنده هایی که تولید می کنید، اوزای فیرویر است یا نه از وبسایت www.fairwear.org/brand اطلاعات بگیرید. یادداشت های اطلاعاتی برای ارائه یک راهنمایی کلی در موضوع اهداف است. برای هر گونه مشکلات اضافی 0553-045-9479 پشتیبانی از تعداد ترکیه و شماره عربی 0553-045-9479 می توانید از حدود ارتباط با ما تماس بگیرید. برقرار کارهای فیرویر 8 استاندارد اشتغالی که بر اساس اصول سازمان ملل متحد و تمرکز بر حقوق اساسی بشر کارگران آماده شده وجود دارد. انتخاب کار به اراده آزاد بستگی دارد. تبایز در اشتغال ایجاد نمی شود. نمی توان از کار کودکان بهره برداری کرد. آزادی اجتماعی و حق معامله جمعی باید رعایت شود. برای پرداخت هزینه زندگی باید اقدامات انجام شود. ساعت کاری معقول داشته باشد. یک محیط کار ایمن و سالم باید فراهم شود. باید یک رابطه تجاری قانونی برقرار شود. من به کارفرمای خود اطلاع دادم که گرفتار COVID-19 شدم. آیا می تواند کارفرمایم این اطلاعات را با دیگران اشتراک بگذارد؟ در صورتی که مشخص شد شخصی در محدود مبارزه با ویروس COVID-19 را دارد، همه افرادی در تماس از جمله کسانی که در محلی کار هستند باید قرنطینه شوند. بنابراین این وضعیت را می توان برای افرادی که با هم کار می کنند گفت. با این حال کارفرما نباید برای اشخاص ثالث که مربوط به سلامتی نیستند افشا شود. برای اینکه من به خاطر بیماری کرونا و یا مشکوک بودن، نژاد، ملت یا قویم بر اساس منشأ مورد آزار و اذیت و مزاحمت تبایز قرار میگیرم و مزاحم میشم، چی کار میتونم انجام بدهم؟ طبق ماده 10 قانون اساسی و ماده 5 قانون کار با شماره 4857 زبان، نژاد، رنگ، جنسیت، ناتوانی، اندیشه سیاسی، اعتقاد فلسفی به هر کسی که در یک رابطه تجاری تبعیض بر اساس دین و فرقه و دلایل مشایی نمیتوان صورت گیرد. اگر شما در محلی کار به دلایل این یا COVID-19 با تبعیض روبرو می شوید، باید به کارفرما اطلاع بدید. اقدامات لازم برای هشدار دادن به این افراد شما باید تهیه کنید. باید در خونه بمونم و مورد آزار و اذیت خوشنواد خانوادگی قرار می گیرم. از کجا می تونم کمک بگیرم؟ اگر در داخل خانه مورد خوشنوات کلامی، فیزیکی، روانی و اقتصادی و یا هر گونه خوشنوات قرار می گیرید، از طریق حقوق حق درخواست محافظت را دارید.
در صورت مورد خوشنوات قرار گرفتن با دانلود برنامه پروژه مشترک وزارتی و مدیریت پلیس امنیتی به نام کدس از طریق تلفن خود می توانید پشتیبانی دریافت کنید. همچنین با تماس با شماره 183 خط حمایت اجتماعی و یا از طریق سیستم دولت الکترونیکی وزارت خدمات اجتماعی کار و خانواده می توانید کمک دریافت نمایید. از کجا می تونم راهنمایی بگیرم؟ برای هر گونه نقص شرایط کار با آیلو 170 تماس بگیرید. با استفاده از خط وزارت خانواده کار و خدمات اجتماعی تأمین اجتماعی می توانید از آژانس خدمات اشتغال و ترکیه پشتیبانی دریافت کنید. اگر نگران این هستید که علائم کووید 19 داشته باشید، شماره 184 خط مشاوره وزارت بهداشتی را می توانید زنگ بزنید. شما در سری چهارمین سوال به پاسخ کووید 19 که توسط FWF Global Services آماده شده را شنیدید. خسارت شغلی، حق دستمزد، برخی از مقررات مربوط به حق مرخصی و کار، یادداشت‌های اطلاعات در مورد تبایز، حفاظت از حریم خصوصی و کارگران مهاجر نیز در صفحه ما قرار دارد. برای سوال در مورد شرایط کار می توانید با شماره های 0555 4532 ترکی و شماره 0583045-9479 عربی می توانید تماس بگیرید. در آموزش های دیگر به امید دیدار. برای شما روز سالم آرزو می کنیم. برای سوالات عربی و فارسی ایشت دستک مرکز.org می توانید وارد بشوید.